سلام دوستان وقتتون به خیر باشه خبری در روسیه گذشته در رسانه ها منتشر شد به نقل از فرمانده سپاه پاسداران که در صحبت خودش به این اشاره کرده بود که مأموریت گرفتیم به زودی اقداماتی رو در آبهای دوردست داشته باشیم خیلی ها به این اشاره کردن که احتمالا داره به این اشاره میکنه که نیروهای دریای سپاه مأموریت‌های رو در آبهای دوردست از جمله حیات خلوت آمریکا انجام بدن حرفهای مختلفی پیرامون این مسئله مطرح شد نکات مختلفی رو مورد بحث قرار دادن خیلی ها خوشحال شدن و خیلی ها هم عصبانی اما یک سوال فارغ از همه اینها دمت کرد میخوایم در آبهای دوردست حضور پیدا کنی خیلی هم خبر خوبی خیلی هم فوق العاده توانش داری امکاناتش رو در اختیار داری این رو میخوام یه بار با هم دیگه بررسی کنیم اول توان رزم نیروهای مسلح ایران البته من وقتی نیروهای مسلح میگم توی این گزارش ویژه منظورم سپاه پاسدارانه بخشش رو میخوایم هم بررسی کنیم ببینیم در حوزه دری اصلا چیا دارن و آیا این توان برای حضور در آبهای دوردست تعریف شده و یا اگر قرار هست تعریف بشه چند وقت دیگه ما شاهد رونمایی از چه چیزی باید باشیم که ما اجازه بده عملیات های خودمون در آبهای دوردست رو انجام بدیم اول یک تصویر رو صحبت ما مشاهده کنیم تصویری هست از سید ابراهیم رئیسی بازدید داشته از یکی از اسکله هایی که تجهیزات و تسلیحات دریایی نیروهای مسلح ایران رو میسازند اونجا یک سوال مطرح میشه که این تصویری که پشت سر سید ابراهیم رئیسی این شناور چیه ایران یه چیزی داره که خیلی پیرامونش توضیح نده البته الان که من دارم با شما صحبت میکنم رسانه ها دیدشون استاد به این شناور خیلی روشنتره. ولی آن چیزی که داریم پیرامونش بحث میکنیم و اون اثر نظری که از سوی فرمانده سپاه پاسداران مطرح شد که نیروی در سپاه یک نیروی قدرتمند است و امروز مأموریت گرفته که در دریاهای دوردست حضور پیدا کنند به این شناور هم برمیگرده بریم با هم بررسی کنیم کن ببینیم اصلا نیروی سپاه در حوزه دریایی چیا داره بعد برسیم به مسائلی که به حضور این نیروها در, 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 در دور در دوردست برمیگرده دوستان یکی از ویژه ترین چیزهایی که این سالها اسمش سر زبان بوده و به شدت نیروی در سپاه رو با شناختن و پیرامونش صحبت کردن قایق های هست که این نیروها در اختیار داره آقا توان موثری داره 100 درصد برای حضور در آبهای دوردست کافیه طبیعتا نه این میتونه کمکت بکنه یک میدان, نز... یک میدان رزمی رو یک صحنه نبردی رو در آبهای خودت و برای سیانت از مناطقی که به خودت در نزدیکی سواحل سپرده شده مدیریت بکنی توان موثری هم داره قایقهای آمریکا که نه نافها و شناورهاش رو هم بارها به چالش کشیده فیلم و تصاویرش هم در رسانه ها منتشر شده یک نمونهش هست که خیلی سر و صدا کرد تصویری از یک نیروی نظامی ایرانی که نزدیک قایق‌های تونر روی آمریکا رفته بعد نزدیک شده به به صلاح خودمون شناورهای آمریکایی و هشدار داره میده به نیروهای آمریکا فیلم های دیگری هم از اینها منتشر شده تقابل هایی که ایران و آمریکا سال گذشته هنگام یک دوزی دریایی از آمریکایی ها داشتن این تقابل ها جدی تر هم شده با حضور همین قایق های تونرو که به بازداشت تعدادی از نیروهای متجاوز آمریکایی و منتقل کردنشون به ایران منجر شد بخشی از توان رزمی ایران در حوزه دریاها هست ولی یک صحنه نبرد در آبهای نزدیک رو میتونه مدیریت بکنه شهر زیردریای ایران این هم از جمله چیزهایی است که نیروهای دریایی ایران از جمله سپاه پاسداران در طول سالهای گذشته بهش اشاره کرده باز همین چیزی که در سواحل خودت در نزدیکی خود قرار داره بهت کمک میکنه که یک میدان نظامی یک میدان جنگی یک میدان رزمی در دریا رو در اطراف خود مدیریت بکنی پهپادها از جمله چیزایی که ایران ازش کمک میگیره کار رصدی انجام میده زیر دریایی ها اینا توانی است که ایران داره همه اینها هم در حوزه خلیج فارس به ایران کمک کرده که دسته رو داشته باشه، اشراف کامل داشته باشه به اون چیزی که داره اتفاق میفته، موشک های ضد کشتی و چیزهای از این دست هم بخشی از توانه رزم نیروهای مسلح ایرانه. اما وقتی در خصوص این صحبت میکنیم که در آبهای دوردست میخوایم حضور پیدا کنیم ما نیاز به یک پایگاه دریایی متحرک داریم یک پایگاه دریایی متحرک که مرکز فرمانده کنترل باشه و یک یا چند شهر دریایی متحرک در کنارش باشن زمانی که لازم شد بتونن قایق های تندروی رو حمل بکنن در یک عملیاتی که لزوما یک عملیات رصدی نیست یک عملیات میدانی است عملیاتی هست برای حضور در یک ساحل بتونه از این قایقا استفاده بکنه باید بتونه پهپادهایی داشته باشه پهپادهایی رو حمل بکنه برای زمان نیاز ازش استفاده بکنه باید موشکای ضد کشتی داشته باشه باید در حوزه تسلیحاتی بخشید. در حوزه پدافندی تسلیحاتی داشته باشه و مهمتر از همه اینها باید اقیانوس پیما باشد باید بتونه اگر لازم شد در دوردست معموریتهایی رو انجام بده در سازمان رزم سپاه پاسداران در حوزه دری الان چیا داریم در این حوزه چیزی داریم که بخواد به ما کمک بکنه چند تا تاثیر می‌خوایم با هم ببینیم تاثیر اولی که روی صحبت من مشاهده میکنید مربوط هست به شناور بله شناور رودکی شناوری که به نام شهید عبدالله رودکی ساخته شده دوستان زمانی که ایران از این رونمایی کرد خیلی ها اومدن خندیدن گفتن که آقا اینا رفتن یه کشتی تجاری رو آوردن کاربریش رو عوض کردن بعد یه سری اسباب بازی ریختن روی ارشه چهار تا قایق تندرو گذاشتن و چهار تا پهباد گذاشتن و یه دونه بالگرد گذاشتن اون وسط اسم این رو گذاشتن یک شهر دریایی متحرک الان که سپاه پاسداران در رزمان شخیرش یک شناوری رو برد هزار کیلومتر فاصله داد از ایران پهبات رو از اونجا به پرواز در برد آقا من جنگنده فعلا نیاز ندارم به پرواز در بیارم پهوادم رو از روی این عرشه از هزار کیلومتری به پرواز در میارم هم کار رصدی باشه انجام میدم هم معمولیت هایی که براش تعریف شده انجام میدم هم کاری باهاش میکنم که تو در اوکراین با جنگنده ها نتونستی انجام بدی دوست داشمن هم نداره سریح میگیم بدون تعارف میگیم در یک میدان رز میبینم اوکراین خیلی ها با جنگنده هاش نتونست انجام من با این انجامش میدم برگردیم به اون تصیری که در اصلا منتشر شد از ناو شهید عبدالله رودکی پس چیزی که ایران رونمایی کرد کاملا حساب شده بود خیلی ها خندیدن مسخره که ایران نقشه راهش مشخص بود آره من یه چیزی ساختم مدل خودمه فعلا بخندید به اسباب بازیایی که ریختم روی این عرشه بخندید زمانی که پهپادهای من از روی این عرشه به پرواز در آمدن. زمانی که از هزار کیلومتری با این پهپادها عملیات تعریف کردن، مشخص میشه که عیار من چقدره بعدیش رو بررسی کنید تاثیر بعدی که مشاهده میکنید مربوط هست به شناور شهید ناظری از جمله دیگر داشته های ایران که میتونه به ایران کمک بکنه در یک نبرد دریایی در دور دست ها به کار بیاد و قابلیت اقیانوس پیمایی هم داره بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم تاثیر بعدی که روی صحبتی هم مشاهده میکنید مربوط به همون عکسی هست که خدمت شما توضیح دادم ببینیم این عکس رو بله سید ابراهیم رئیسی رو مشاهده میکنید اینجا بوشهر هست زمانی که ایشان در حال بازدید بوده فکر میکنم برمیگرده این عکس به مهرماه سال گذشته بله تقریبا یک سال پیش همین موقع زمانی که از بوشهر بازدید میکرده خبرنگارها تصویر رو به سبت میرسونن پشت سر ایشان یک شناور ناشناخته دیده میشه که خیلی ها سوال این چیه این چیزی که ایران داره میسازه چه چیزی هست قراره چه تسلیحاتی رو سوار بشه این تسلیحات چقدرش پدافندیه چقدرش موشکایی هست که به خودمون میخواد در حوزه دریایی اهدافی رو به چالش بکشه و چقدر توان این رو داره که اگر لازم شد به سمت سواحلی حرکت بکنه اون چیزی که روی صحبته من دارید مشاهده میکنید تصویری هست از شناور شهید سلیمانی اکس هواییش رو هم با هم ببینیم تصویر هوایی همین شناور هست که در رسانه ها منتشر شده درباره این تصویر توضیحات بسیاری وجود داره من با جزئیات نمیخوام وارد اون کسانی که متخصص مسئله نظامی هستن از روی این تصویر هوایی به طور کامل میتونن توضیح بدن که موشک کروز قرار کجای این به اصطلاح خودمون نصب بشه موشک پدافندی کجاش نصب میشه به اصطلاح خودمون پهباد کجا قرار میگیره جای بالگرد کجا هست و چیزهای دیگه خیلی من توی این مسئله نمیخوام ورود بکنم خیلی ها بر این باور هستن که زمانی که این شناور به ناوگان دریایی سپاه پاسداران وارد بشه و به ناوگان دریایی سپاه پاسداران اضافه بشه این نیروها اولین معمولیت های فرامنطقه خودشان را انجام خواهند داد شناورهای دیگری از همین جنس هم در حال ساخته ببین شما تسلیحاتی داری قایق تندرو داری پهپاد داری از این دسته ولی برای حضور در دور دست ها به شناورهایی نیاز داری که بتونه در اون منطقه حضور پیدا بکنه این توانت هم با خودش بیاره با خودش هم بکنه در اون منطقه حاضر بکنه اگر لازم شد اینها هم اونجا عملیات بکنن این عملیات ممکن است لزوما عملیات نظامی سنگین تهاجمی نباشه یک عملیاتی باشه برای حضور در یک ساحل یک عملیاتی باشه علیه گروهی که دارن اقدامات تنش آمیز در یک منطقه علیه تردد دریایی انجام میدن رفت و آمد دریایی رو به خطر میندازن مثلا دوزهای دریایی و میتونه یک عملیات باشه برای حضور در سرزمینی که سرزمین دوست ما در نقطه بسیار دوری در حیات خلوت دشمنان ما محسوب میشه مثلا ونزوئلا من طولایی ترش نمی کنم دوست داشتم یک توضیح کلی داده باشم درباره این به صلاح خودمون داشته هایی که ایران روی آنها برای یک نورده دریایی حساب باز کرده دوستان خیلی این مسئله رو من کلی سعی کردم توضیح بدم بخش قابل توجه اصلا گفته نشد چیزهایی که خیلی تخصصیه بخوام وارد بشم ساعت ها میشه پیرامون صحبت کرد همین تصویری که از عکس هوایی شناور شهید سلیمانی خدمت شما ارائه دادم بسیاری از دوستان من وقتی صحبت میکنن ساعت ها روی این بحث میکنن که کدام سامانه در کدام قسمت به چه شکل قرار روی این عملیات بکنه یعنی همین بحث خیلی بحث پیشیده ای هست چون نیروهای ایران هم توضیحات خیلی زیادی در ندادن بخش قابل توجهش گمان زنیه یعنی شما وقتی بررسی کنید میبینید که همش احتمالاته خیلی ها بررسی که آره احتمالا این قرار عملیات بکنه طولانی ترش این بخشی بود از آن چیزی که لازم بود به بهانه صحبت های اخیر با هم دیگه بررسی بکنیم صحبت که اشاره داشت به این که معموریت ایران در آبهای دوردست به زودی در دستور کار این نیروها قرار خواهد گرفت نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین و اگر موافق باشین دوست دارم چند تا پیام برای شما بخونم یکی از دوستان من گفته که سلام جناب تحلیلگر عزیز عالی خدایی دمت گرم واقعا همینه هر کدوم از ما بتونیم یه نفر رو به سمت ایران عزیز بکشونیم این همه مشکل در این حوزه نخواهیم داشت بعد گفته که من یک ساله دارم به همراه فرزندم که 11 سالشه کلیپ های تولید میکنم درباره اقتدار ایران درباره توان ایران درباره کشورم ایران و اینها رو در حد خودم در همون پیجی که در اینستاگرام دارم منتشر میکنم من یه چیزم داخل پنتس خدمت شما عرض میکنم بر بچه هایی رو میبینم اینها به لحاظ سنی خیلی سنشون پایینه واقعا ایدهاشون جذابه بعد کار کردن با نرم افزارهایی در حوزه تدوین و چیزهای از این دستم این نرم افزار موبایل رو خوب یاد گرفتن ماشاءالله بعد چیزایی که میسازن معمولا تایم کوچک و محتوای بسیار جذابه یه خدا قوت بعد بگم به بچهای از این دست به خصوص دهه 80 هایی که دارن زحمت میکشن با ما کار میکنن و بخش قابل توجهی از توان فن پیجای ما در اینستاگرام با اینها هست دوست عزیزمون به اینستاگرام اشاره کرد من یادم افتاد که حتما این ماجرا رو یک سال پیش وقتی این موقع صحبت می‌کردیم یک فاز خیلی محدودی بود الان بعضی از این بچه‌ها چند هزار فالوور چه هزار فالوور پنج هزار فالوور دارن از بعضی صفات هم مخاطبشون بیشتره و انصافا کاری هم که دارن ارائه میدن حرفه‌ای خدا قوت باید بگم به همه کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن یه نکته خیلی مهمه باید بگم ببین یه جاهایی افرادی میان شما داری تلاش میکنی روشنگری کنی از وطن صحبت کنی اینا تردید در شما به وجود میارن بخشش ممکن ناخواسته باشه بخشش کاملا هدفنده من اخیرا یه چیزی در توییتر دیدم خیلی من رو حیرت زده کرد یک کاربری که این کاربر همیشه برای من مبهم بود که خدایا این مشخص یه کارش میلنگه بعد در مسائل مختلف هم سعی میکنه محتوای مثبت در راستای دفاع از وطن رو به چالش بکشه ولی مستقیم نه خیلی سعی میکنه رندانه رفتار بکنه اخیرا دیدم یک توییت ارسال کرد رو همین کار برد و این توییت واقعا من رو شوکه کرد گفته بود که اون موقعی که آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرد دوران رو میگه که بوش حمله کرد به عراق و افغانستان و در اوج منفوریت بود این آدم به دلیل جنایت هایی که در این دو تا کشور کرد در اوج منفوریت بود ایشون در توییتش نوشته بود که اون موقع من رفتم برای یه سری از مسئولان در کشورهای خارجی ایمیل میفرستادم و درخواست میکردم که به ایران حمله کنه. طرف ایرانی ها ایرانی ها توی توییتر همین رو برشه نوشته. یعنی زمانی که کشور شما در اوج ناامنی بود اطرافش و احتمال داشت که شما وارد یک تنش بشی در دهه هفتاد این آدم همچین چیزی رو انجام میداده و تر طول این سالها پنهان میکرده. بعد رفتار رسانش که نگاه میکردی به چالش کشیدن افراد به چالش کشیدن محتوای در دفاع از و چیزهای از این دست منظور من رو متوجه شدی ببین بخشی از کسانی که شما رو دوچاره تردید میکنن واقعا انسانایی هستن که فضا رو این شکلی فهمیدن بهشون ایرادی نمیشه گرفت اما بعضی ها این شکلی نیستن یا هدفا دارن کار میکنن نمونش همین آقای که برایشون گفتم این یه موقعی نامه میزده به بقیه حمله کنید به کشور من حمله کنید به کشور ایران و تا هم پنهان میکرده رو نمیکرده الان احساس میکنی که یه مقدار مثلا فضایی هست که در توییتر جماعت لجن زیاد شدن جماعتی که راحت خیانت به وطن رو ازش حرف میزنن زیاد شدن داره مطرح میکنه دقت کنید اگر کسی پیامی از این دست به شما میده شما دوچار تردید نشو این پیام آمدانه داره ارسال میشه برای اینکه شما برید تو یک حالت تدافعی حرف نزنید سکوت بکنید یا اصلا ولش کن ارزش بسگره نداره این سنگرها رو حفظ بکنید فضای رسانه‌ای رو حفظش بکنید در مقابل بی هایی که ظاهرشون خیلی محترمه ظاهرشون شیکه ولی مثل همین کسی که برای شما گفتم ساعتها سالها و دقایق مختلفی رو برای تلاش در جهت دیدن جنگ علیه وطن صرف کردم. طول این ترش نمی کنم اگر نقطه ای نکته در قالب پیام برای من بفرستین و یه درخواست خیلی مهم خیلی مهم از دوستان خودم دارم این دوتا خیلی مهم رو گفتم به خاطر اینکه یا وقت فکر نکنید که این ماجرا یک چیز معمولی یا برای شما عادی و کلیشه بشه دوستان حتما از ما حمایت مالی داشته باشین در هفته تبلیغات هستیم کل کاری هم که داریم پیش میاریم با همین تبلیغاته چیز فراتری وجود نداره یادآوری میکنم تبلیغاتم یوتیوب به بخش قابل توجهی از ویدیوهای ما نمیدهد ویدیو داشتیم دیروز به شدت پروازید بوده تبلیغات نمیگیره چون یوتیوب محتوای ما را محتوایی میداند که در راستای تفکر خودش و در راستای منافع خودش نیست اگر دقت بکنید میبینی ابتدای ویدیو تبلیغ نداره و چیزی ما اعمال کردیم او اعمال نمیکنه حتما از ما حمایت بکنید کمک بکنید که در این فضا با وجود همه این چالش ها بتونیم با کمک شما با قوت پیش بریم اگر نکته بود حتما در قالب پیام برای بفرستین وقتتون بخیر